سلام خدمت همه دوستان عزیز، باید بپذیریم چیزی به نام محور مقاومت و چیزی به نام ایالات متحده مقاومت بعد از نبرد 110 روزه‌ای که در منطقه اتفاق افتاده است به طور کامل احیا شده، در منطقه عملیات‌های مشترکی انجام داده است. این حرف بنده نیست. این گزارشی است که فارن افرز بر اساس این جمله نوشته، مفصل نوشته شده، درباره اتفاقات منطقه صحبت کرده. و یه سوالی بود که قبلا با هم بررسی کردیم، 7 اکتبر چرا اتفاق افتاده؟ اینجا تلاش کرده به همین قضیه پاسخی بده. ما روز گذشته بخشی از این گزارش رو بررسی کردیم، امروز می‌خوایم بخش دیگر رو با هم بررسی کنیم. هرچند من قبول ندارم این چیزی که اینجا نوشته به عنوان هدف 7 اکتبر رو، من قبول ندارم. صرفا میتونم بگم یه سری پیامد داشته، یه دونش این بوده، یه دونه از پیامدش این بوده. ولی به هر جهت گزارش قابل تعاملی، ارزش مرور کردن را بعد از نه یک دوره 100 روز جنگ، بعد از 40 سال تقابل بین ایران و غربی ها در این منطقه، این گزارش ارزش خوندن و مرور کردن رو داره. بریم با هم بررسی کنیم ببینیم که چیا داره گفته میشه. میگه که الان بحثی زیادی داره مطرح میشه تحت این عنوان که حماس 7 اکتبر رو طراحی کرده و اجرا کرده، ایران و حزب الله بیشتر مسئول ارتقای توانمندی های حماس بودن. میگه در واقع همونطور که نشستهای متعدد بیروت با حضور رهبران ارشد حماس برگزار شده، با حزب الله اینا جلسه داشتن تو بیروت، با جهاد اسلامی جلسه داشتن، سپاه پاسداران توی جلسات بوده، شبه نظامیان حوثی توی جلسات بودن، عراقی ها توی اون جلسات حضور پیدا میکردن. میگه همه اینا تو لبنان بوده قبل از 7 اکتبر. میگه اینها نشون میده که احتمالاً اعضای محور مقاومت از برنامه های حماس آگاه بودن و از آن حمایت کردن که واضحه. مقاومت صریح داره میگه من حمایت میکنم از اینها تا زمانی که بچه کشی متوقف بشه. جلساتی در لبنان داشتن. چرا؟ به خاطر اینکه میدونستن یک رژیم خونخوار در مقابلشون هست، هر موقعی ممکنه بچه کشی به راه بندازه، لازم هست با اینها هماهنگ باشن. آیا اطلاع داشتن 7 اکتبری در راه هست؟ من فکر میکنم که خیر، اطلاعاتی نسبت به این قضیه نداشتن. به هر جهت حالا این داره ادعای خودش رو مطرح میکنه. میگه برای حماس هدف اصلی از این حمله مختل کردن وضعیت موجود که به آرامی اما قطعی در مسیر خاموش کردن مسئله فلسطین حرکت میکرد بوده است. حماس میخواسته که مبارزه فلسطینی ها به صدر سیاست های عربی برگردد. سادهش بخوایم بکنیم، میگه اقدامی که حماس انجام داده از نگاه این گزارش برای این بوده که بزنه تو دهن عربستان سعودی که میخواسته بره بشینه پای یک میز با صهیونیست‌ها. آیا عربستان هم مسئله رو این شکلی میبینه؟ آیا عربستان هم وقتی نگاه میکنه فکر میکنه که یمنی ها میخواستن جلوی رفاقتش با اسرائیل رو بگیرن؟ شما یه نگاه به 100 چند روز گذشته بندازید، سعودی هیچ کدوم از مراسمای بزن و برقص خودش در ریاض رو تعطیل نکرد. فقط یک بار مراسم های سعودی تعطیل شد، اون هم زمانی بود که اعلام کردن امیر قطر به رحمت خدا رفته. در این 20 چند هزار نفری که به رحمت خدا رفتن، هیچ وقت سعودی احساس نکرد باید جشنی رو متوقف کنه. شما آتش در آسمان فلسطین میدیدی، آتش در آسمان ریاض هم بود، منتها نورافشانی. اونها هم مسئله رو همین شکلی میبینن. اونها هم به شدت از اتفاقاتی که در حال رخ دادن هست خشمگین هستن، اینها رو علیه خودشون میبینن. ادامهش رو ببینیم. بله، میگه که ایران و مقاومت لبنان همیشه به این فکر میکردن که مسئله فلسطین باید اولویت دنیا بشه. این مزیت رو این برای اینها داشته که بتونن اسرائیل رو در وضعیت دفاعی قرار بدن. این امر احتمال عادی سازی بیشتر میان اسرائیل و کشورهای عربی رو کاهش میداده. آنها همچنین به احتمال درگیر کردن اسرائیل در یک جنگ چند جبهه‌ای که منابعش رو مصرف کند علاقمند بودند. به هر حال این درگیری یک هدف دیرینه ایرانی را تحقق میبخشیده. تهران بر این باور بود که اگر اسرائیل با مسائل خودش سرگرم نباشد، با مسائل ایران سرگرم میشود. یه نکته بود خدمت شما عرض کردم، گفتم 110 روزه تو ایران هشتگا به اون صورت داغ نمیشه، فضا آرومه، وطن فروشا سر جاشون نشستن، جفتک نمیندازن، فضای کشور به هم نریخته، افکار عمومی نسبت به هفته های قبل از 7 اکتبر آرومتره. این داره به همین اشاره میکنه. میگه اینا فکر میکردن که اگه این درگیر خودش بشه، شیطنت علیه ایران چه در حوزه بین المللی، چه در داخل این کشور، چه در جاهای دیگر رو فراموش میکنه. من البته بازم تاکید میکنم هدف از 7 اکتبر هیچ کدوم از اینهایی که این داره میگه لزوما نمیتونه باشه. بیایم از یه زاویه دیگه نگاه بکنیم. من میگم روس‌ها سودشو بردن. چرا شما میگی 7 اکتبر به ایران ربط داره؟ من میگم روس‌ها سودشو بردن. مگه الان تو قضیه اوکراین آمریکایی‌ها اعلام نکردن ما دیگه پول نداریم از اوکراین دفاع بکنیم؟
پولا رو کجا فرستادی، امکانات رو کجا فرستادی؟ فقط در یک مورد 5000 تا بمب فرستاده برای صهیونیست‌ها. مقصد اینها نمیتونسته اوکراین باشه؟ من نمیخوام بگم که روس‌ها پشت قضیه فلسطین بودن. چیزی که من میخوام بگم اینه که 1001 پیامد این قضیه داشته. شما بر اساس یک پیامد نمیتونی بگی روس‌ها بودن، بر اساس یک پیامد نمیتونی بگی ایرانی‌ها بودن، بر اساس یک پیامد نمیتونی بگی به فلان دلیل انجام شده است. بسیار پیچیده‌تر از این داستان هست. باید بریم بررسی کنیم ببینیم که چه چیزی دقیقاً رخ داده. بریم ادامه‌اش رو با هم مرور بکنیم. بله، میگه که با وجود همه اینها نتیجه حمله‌ای که مقاومت فلسطین در روز 7 اکتبر داشته به صهیونیست‌ها بسیار بیشتر از حد تصوره. به خصوص با توجه به اینکه به یک فاجعه بشری توسط صهیونیست‌ها منجر شد که باعث شد افکار عمومی دنیا درگیر بشه و این یک اتفاق غیر منتظره بود. حماس و متحدانش در محور مقاومت فکر نمی‌کردن که این عملیاتی که 7 اکتبر اتفاق افتاده اینقدر موفقیت آمیز بشه. میگه وقتی حمله انجام شده اینا میگفتن یه ضربه سری به صهیونیست‌ها زده میشه، تلفات گرفته میشه، گروگانگیری انجام میشه، تموم. میگه الان وقتی نگاه می‌کنی دنیا درگیر این مسئله است، از دریای سرخ تا لبنانش اینها زیر ضربه رفتن، وارد تنش شدن. میگه اینا فکر نمی‌کردن همچین چیزی اتفاق بیفته و همچین پیامدهای مثبتی داشته باشه. میگه بعد از همه اینهایی که رخ داد رژیم وارد غزه شد، بی‌پروایی‌های نشون داد، خشونت‌آمیز برخورد کرد و همه اینها باعث شد که اولا جنایاتی رو رقم بزنه، دوما شرایط فراهم بشه به جهت اینکه نیروهای مقاومت ایران و مقاومت لبنان و دیگران بتونن به وسعت منطقه نیروهای اسرائیلی و آمریکایی رو با پهپاد و موشک مورد هدف قرار دادن. میگه یمنی‌ها هم اقداماتی انجام دادن، حالا اومده با جزئیات تک تک اقدامات محور مقاومت رو توضیح داده، من ازش عبور می‌کنم. میگه با وجود همه اینهایی که داریم بررسی می‌کنیم میتونیم ادعا بکنیم که تمام اعضای محور مقاومت در جنگ غزه حضور داشتن. میگه وقتی همشون در جنگ غزه حضور داشتن الان میدونن که آمریکا و اسرائیل و متحدین اینها وقتی نگاه می‌کنن بر این باور هستن که اینا مسئول این اتفاقاتن. اینا دنیا رو ریختن به هم، سر رژیم صهیونیستی هم کچل کردن، یه آینه هم دادن دستش. میگه به خاطر همین وقتی به این مسئله نگاه میکنن پیوند درونی بین بچهای مقاومت بیشتر میشه، عمیق‌تر میشه، به یکدیگر وابسته‌تر میشن و همچنین به این جنبنده میرسن که رژیم صهیونیستی باید تو این بازی شکست بخوره. چرا باید شکست بخوره؟ به خاطر اینکه اگر شکست نخوره ممکن است فردا تنش‌هایی رو برای دیگر بازوان مقاومت بخواد به وجود بیاره. بریم ادامهش رو با هم بررسی کنیم. در ادامه گزارش اومده مسئله رو مورد توجه قرار داده. در نخش خیلی جالبه، میگه مقاومت توی اتفاقاتی که رخ داده اهمیت دوربین‌ها رو خیلی خوب فهمیده. حالا میخواد توضیح بده بگه اینا مثلا با وسیله ارتباط جمعی اینا خوب ارتباط نمی‌گرفتن، خوب از ظرفیتش استفاده نمی‌کردن، به ویژه شبکه‌های اجتماعی این بار خوب استفاده کردن. از میدان شروع می‌کنه، از نوع عملیات‌هایی که فلسطینی‌ها انجام دادن و دوربین‌هایی که روی لباس‌هاشون نصب بوده و توی شبکه‌های اجتماعی فیلم‌ها رو منتشر می‌کرده تا نوع آزاد کردن گروگان‌ها. میگه گروگان‌ها رو بودن وسط شهر غزه آزاد کردن، جلو دوربین‌ها به اینا دست دادن، لبخند زدن، احوال‌پرسی کردن، ودا کردن با ربایندگان اسرا رو. میگه و میگه اینها رو چشم‌ها دیدن، توی دنیا دیدن، افکار عمومی منطقه هم در حال حاضر با اینا همراه شده و از اقداماتی که اینا دارن انجام میدن خوشحاله و به اینها امید داره. و میگه مسئله اصلی برای محور مقاومت الان این نیست، این که خاورمیانه باش همراه شده الان مسئلهش نیست. میگه محور مقاومت میدونه که توی منطقه به عنوان یک جریان ضد استعماری داره شنیده میشه، مورد تایید مردم هست و محبوبیتش رفته بالا. میگه ایران و نیروهاش دارن به این فکر میکنن که بتونن محبوبیت خودشون رو در دنیا افزایش بدن و میگه برای اولین بار در چندین سال گذشته، چند ده سال گذشته این شرایط براشون به وجود اومده به لطف اتفاقات فلسطین. میگه این بچه کشی که رژیم داره انجام میده به نفع اینا شده، داره کمک میکنه اینا در دنیا مورد توجه قرار بگیرن. از این متن برای شما میخونم. گفته که رهبران این محور این فرصت رو برای خودشون دیدن که بتونن از طریق اتفاقاتی که رخ داده مورد توجه دنیا قرار بگیرن و به استعمارگری و جنایاتی که داره انجام میشه اعتراض بکنن و خواهان مقابله با غرب بشن. به همین منظور رهبران محور این مفاهیم را در مرکز پیام رسانی خود قرار دادن. یه نکته میگه خیلی جالبه، میگه اینا قبلا وقتی میخواستن صحبت بکنن از اصطلاحات مذهبی استفاده میکردن و میگه که توی صحبتهای حزب الله و ایران خیلی این دیده میشده، ولی الان وقتی میخوان صحبت بکنن دارن با یه شیوه دیگه ای حرف میزنن. من اول توضیح میدم بعد علتشو بهش اشاره میکنم. میگه مثلا یمن اومده کشتیهای آمریکا رو زده و کشتیهای صهیونیست‌ها رو زده، بعد نیومده بیانیه بده بگه بسم الله الرحمن الرحیم
برای رضای خدا و برای اینکه به فرامین اسلام عمل کنم و برای اینکه به آن چیزهایی که در قرآن آمده است من عمل بکنم این کاری کردم. میگه اصلا یمن همچین چیزی نگفته. یمن توی بیانیش خلاصه مفید برگشته گفته مطابق با مفاد ماده یک کنوانسیون پیشگیری مجازات نسل کشی این کاری کردم. چرا با این ادبیات داره صحبت میکنه؟ میگه محور مقاومت از این که افکار عمومی خاورمیانه رو بخواد گذشته. افکار عمومی خاورمیانه که باش همراهه. مسلمان ها که کامل میفهمن من دارم چیکار میکنم. دیگه لازم نیست ادبیات اسلامی برای اینو به کار ببرم، چون اینا کامل منطبق بر من مسئله میفهمن. من حالا باید با کسانی حرف بزنم که اینا مسلمان نیستن. اینا لزوما به اون چیزایی که در کتاب من اومده، خدا به من گفته، احادیث به من گفتن باور ندارن. من باید چیکار بکنم؟ باید مبتنی بر قواعد بین المللی با اینا حرف بزنم. و یه چیزم به شما بگم، ببین چقدر با دقت داره درباره ما صحبت میکنه. رفته بررسی کرده، میگه چرا اینجا حدیث و روایت نیورده، گفته مثلا بر اساس مثلا کنوانسیون نمیدونم چی. چون با دنیا میخواد صحبت بکنه، با دنیا میخواد دیالوگ بکنه که افکار عمومی ملت‌ها کف خیابان‌ها باش همراه بشن در مقابل این نسل‌کشی. بریم ادامش رو با هم بررسی بکنیم. میگه توی ویدیوهایی هم که منتشر میکنن بیشتر دارن روی این تاکید میکنن که میخوان جلوی نسل‌کشی رو بگیرن. این خیلی مسئله مهمیه. این چیزی که الان میخوام برای شما بخونم فوق العاده مسئله مهمیه. من چندین گزارش تا الان خوندم از نظرسنجی هایی که انجام شده از کشورهای عربی که اینا رفتن بررسی کردن. تو یکی از این نظرسنجی ها فکر میکنم الان حضور ذهن ندارم، یکی از این پایگاه آمریکایی 16,000 تا شهروند در کشورهای عربی رو پیدا کرده و از اینا نظرسنجی کرده بود درباره ایران، درباره مقاومت. اینجا یه حرفی داره میزنه، این حرف خیلی خفن تره. میگه تو محور مقاومت ما شاهد یمنی هایی هستیم که اینها به خاطر مدل رفتارشون و کارهایی که کردن در حال حاضر به ویژه با توجه به ویدیوهایی که ازشون منتشر شده یک حمایت جهانی رو بین نسل Z تونستن کسب بکنن. خیلی ها الان درباره این صحبت میکنن که آقا در بین جامعه ما و در بین نسل جوان ما این جماعت نسل Z رو ما باید چجوری بفهمیم، چیکار کنیم، چجوری باشون همراه بشیم. من حرف میزنم، این حرف ممکنه الان بعضی بهش بخندن. جذاب ترین چیز برای این نسل مسئله ای هست به نام انقلاب 57. ما نتونستیم برای اینا تبیینش بکنیم، ما نتونستیم روایتش بکنیم. اینکه در بسیاری از کشورهای دنیا وقتی انقلاب 57 رخ داد محترمانه درباره ما فکر میکردن و درباره ما اظهار نظر میکردن به خاطر همین بود. ما یک بازی جذاب رو به راه انداختیم، ارزه نداشتیم روایتش بکنیم. ما ارزه نداشتیم حتی برای مردم خودمون روایت بکنیم. توی درگیری هایی که اتفاق افتاده، یه طرفش انگلستان، یه طرفش آمریکا، یه طرفش مثلا رژیم صهیونیستی، هیچ کس در دنیا الان نمیگه مثلا دمش گرم جنگنده آمریکا بلند شد رفت در آسمان یمن یه پیش پلیسی هم زد دو تا موشک هم شلیک کرد. همه میگن دم یمنی ها گرم، همه میگن ای والله به یمنی ها. و تو نسل زد هم همینطوره، میگه ما رفتیم بررسی کردیم این برای اونو جذابه. مدل ما، آن چیزی که ما روی میز گذاشیم برای همه در دنیا جذابه. ما ضعف داریم در روایت کردنش. مسئله فلسطین شرایطی رو فراهم کرد که دنیا ناخواسته با بخشی از حقیقت ما همراه بشود. این اون چیزی که اینا رو کلافه کرده. بریم ادامهش رو با هم بررسی بکنیم. بله، در ادامه گزارش دوستان، خیلی این گزارش مفصله، دلم شدیداً میسوزه از اینکه بخشی از این ماجرا رو همینجوری بخوایم بریم جلو. باید برای شما بخونم از اتفاقاتی که در تیک تاک افتاده داره میگه، با اونایی که مسلمان شدن داره میگه، با ویدیوها و چیزایی که در شبکه‌های اجتماعی درباره مقاومت ساخته شده داره میگه تا برسیم به اتفاقاتی که در کشورهای عربی رخ داده. در نهایت اومده این شکلی جمع‌بندی کرده، گفته که همه این اتفاق‌ها و این چیزایی که شاهدش هستیم پیروزی برای مقاومته. با این بچه‌کشی که راه انداختی اینها رو احیا کردی. میگه فقط یه جوری میتونی خونساشون بکنی. ایرانو می‌خوای خونسا بکنی، مقاومت رو می‌خوای خونسا بکنی، این محور رو می‌خوای بشونی سر جاش، جنگ غزه رو تمومش کن. جنگ غزه ما می‌خواستیم همینا در گزارش‌های دیگران در آن سوی دنیا شنیده بشه، که الان داره گفته میشه. نکته دیگه‌ای ندارم. اگر بحثی چیزی بود در قالب پیام برام بفرستین، کمک بکنید که گزارش با پیام‌های ارزشمند شما کامل‌تر بشه. درخواست ویژه‌ای از همه دوستانم دارم. دوستان ایران 14313، فراموش نکنید پل ارتباطی بنده با شما هست، حتما پیام بدین، نکاتتون رو برای ما بفرستین و کمک بکنید که بتوانیم با پیام‌های ارزشمند شما برنامه خودمون را بروزتر بکنیم. بریم یک نمونه از پیام‌هایی که برای ایران 14313 آمده است رو با هم بررسی بکنیم.
بله. سلام آقای تحلیلگر، من دورنیکا هستم، 9 سالمه. خیلی رهبر کشورم و دوست دارم. میخوام درس بخونم و برای کشورم مفید باشم. میخوام سرباز امام زمان باشم. خیلی ممنون از زحمات شما. خداحافظ. روزتون هم مبارک. سلام و عرض ادب. خیلی مخلصم. من این چند روزه از دوستان خودم از دهه 80 ها، از دهه 90 ها و بقیه رفقایی که در کنار ما نشستن، ما رو میبینن، برنامه های ما رو دنبال میکنن، کلماتی هم که از زبان ما خارج میشه رو توجه میکنن که نشون میده ما باید خیلی حواسمون به حرفایی که میزنیم باشه. من این چند روز مطالب اینا رو خیلی زیاد دیدم، خیلی خوشحال شدم، افتخار میکنم میبینم دوستانی مثل شما در کنار ما هستن. امیدوار هستم به زودی در هر نقطه ای در زندگی که هستید در جایی قرار بگیرید که انقدر خفن باشه، انقدر موقعیتتون خفن باشه، من بیام اینجا داستانه شما رو برای مردم تعریف کنم، بگم قهرمان ما این کارو کرده، قهرمان ما کار کرده. اینا چیزای دوری نیست و من از شما خواهش میکنم، از بچه‌هایی که در کنار بزرگترهاشون برنامه‌های ما رو می‌بینن، صدای بنده رو می‌شنون، خواهش میکنم بچه‌ها، اون چیزی که میخوام به شما بگم اینه: شما یک ثروتی رو امروز در دستتون دارید، اسمش ایرانه. تا روزی که شما بخواید در این مملکت مسئولیتی بگیرید و تا روزی که شما بزرگ بشید، همه تلاش خواهند کرد این ثروت رو از شما بگیرن. این ثروت رو با چنگ و دندون حفظش بکنید. این ثروت رو با چنگ و دندون حفظش بکنید. بدونید دشمنانی هستن، تلاششون این هست. همه اون کاراکتر بدایی که تو کارتونا میگن، توی داستانا میگن، مامان باباها توی قصه ها تعریف میکنن برای بچه‌ها. اگه وقت داشته باشن الان تعریف کنن، که متاسفانه بخشی از خانواده‌ها وقت ندارن. همه اینایی که میگن، اینا میخوان ایرانو از ما بگیرن. به این ایران عشق بورزید، با عشق این ایران بزرگ بشید و بدانید که بهترین ها به یاری حضرت الله در پیش رو برای ما خواهد. من نکته دیگه ندارم. اگر بحث چیزی بود در قالب پیام مریم بفرستین، کمک بکنید که گزارش با پیام های ارزشمند شما کامل‌تر بشه. خاک پای همه رفقا هستم، خیلی مخلصم، خیلی ارادت دارم، وقتتون بخیر.